خب بچه های گلم میگفتی که آقا که کار ضرور داریم، گپ ضرور داریم، یعنی بچیم در خانه خود ششتیم، چهار طرف دیوال ششتیم بوین گپت خدا. آقا هم بچه مامای مسنه یک موتورسیکل داشت، موتورسیکل بازور فروخ یک لنگ کروزر گرفت. دیگر قزم پیش روی چشمم تیر میشه، دل مثلا چشم ما بکشم از بخیلی، از بخیلی دل میشه که از بخیلی چشمای ما بکشم از بخیلی. گفتم ای خودش یک امت قومی است که تو داری. من دل میشه که بکشم، من باز میگم موتور دوانی من کی کنم. خب مطلب چی است؟ مقصد تو چی کرده بگو. خیلی او کلان کروزر گرفت و ما یک فورتینر خب بگی آقا جان میگیرم. خب بچه آقا جان در خانه چند سرمایه داری؟ در جیب چند داری؟ تو جیبات یک دفعه سعی کن؟ جیبای ما خب چیزی نیست خب در خانه هم چیزی نیست دیگه. بابایم گفت یک 200 روپیه داره منه، یک 500 گفت سودا میرم دیگه 50 پیش گاز میندازم. آفرین. تو چی گفتنی داری؟ بازار کار نمیشی؟ نه اون بچه کاکای ما خو میشناسی سایفو. میشناسم. او 15 دانه کورس رفته. خب 15 دانه کورس گرفته. خب تو چی میخوای؟ 3 ماه درس میخونه، 2 روزش تفریح میکنه. شاور درس. تو چی میخوای؟ اگه شاور برام یک 4 تا کورس بگیری. خب همین 4 کورسی که تو رفتی در کجا رسوندی کورسایت؟ والا دیگه کدام نتیجه نگرفتیم، کورس‌ها مشکل داره. خودت مشکل نداری؟ نه من مشکل کورس‌ها مشکل داره، کورسایی که باز خوبش هست باز از سایز گپ بفهمیم. همین فعلا روزانه تو چی کار میکنی؟ روزانه دیگه کدام کار خاص ندارم که این پیشتی نیم روز در یک اتاق خواب میکنم، نیم شب در یک اتاق، دیگه در کل چوکیدار اتاق هستم در خانه. در خانه چوکیداری اتاق خواب، یک بالش در زیر بغل گای دی اتاق خواب، گای دی اتاق. آفرین آفرین. مطلب تو را گفتم تو هم دور وجود میرسی، خودم دور وجود میرسی. ما بچه ما اش آقا ریاضت صدا کوم گفتنی داره. 11 صدا کو تو می‌دونی صداش کو تیز بیا شروع کار دارم. 11 آی یه خاطر جمع رنگ سیاه باشه. خب رنگ سیاه بیا داماد جان چی میگفتی؟ السلام علیکم دوست جان. فقط گفتم همو تکثیر که وعده کرده بودی امرو برام. خب روزانه چی مصروفی؟ فعلا چی کار می‌گیری؟ والا فعلا در دکانای زرگری میرم میایم. رفت آمد داری چی به خاطر چی؟ همین انگشتر خانم من میگیرم مفروشم، باز تا شام خفتنمو مصرف هم میکنیم. دیگه باز یک روز خرج میشه، یک دو روز زیاد نمیشه این کاره. سعید بچه بیاد من مطلب کلش گرفتم، من امروز کل تان داروزیتان میرسانم. خوب متوجه باشید یارا خسار، خوب گوش کنین. عرصه تان سعیسته آرزوهایتان گرفته که آرزوهایتان کمر خود بسته کنین. صحیح است. بسته کنید. سی زمینی سر چوک برای خود کار پیدا می چی؟ بره بخیر. لا کورس چی کار؟ سر چوک برین اونجا کورس هم پیدا میشه، کارم فورتینر نمیره. فورتینر هم اونجاست. برین. حرکت سر چوک. بخیر. ناراحت هستی بخیر برات راه را نشان داد بخیر دیگه. بازم جب سر چوک کار پیدا. کدی آرزوگاه کوی کمرت شخ بسته که سر چوک برو بخیر. بچه مامای مزه برو. در جیبتان روپای آف نمیشه، رقابت زیاره سکه هم چشمی زیاره سکه. برو بخیر تیز جه حرکت که دو خالی دیگر رفت خواب نکنی. دیگه خوش آمدین به آشپزخانه شکم نواز. زنده باشید. خوش آمدین. شما زنده باشید. دیگه اینه ملاقه کفگیردار تسلیمتان دیگه. شما زنده باشید. مبارک باشه. مبارک. و این 2 چاقو که قبلا چاقو بودک از زحمت از کوشش خدا به کار رسانده. اول این که یک بودک نتیجه زحمت خدا رساند به کار. تبریک. و این شلوصاف دیزاین‌دار در خدمت تسته. شما زنده باشید. اول نگاه میکنم مربا را. شما زنده نمیریزد. ببخشید جناب نگفتین که ما شما چه قسم است و قرارداد ما این قرارداد ابتدایی چقدر است؟ چه اینه میره بر ما یک مشخص کار ابتداییتان کار آزمایشیتان میشه 6 ماه. 6 ماه. ببینین والا خیر ببینین. کار نیمه اصلیتان کار 13 سال. کار اصلی تا تقریبا 35 سال. خداوند شما را اجر نصیب کنه. من فقط یک تلفن خانه خب برو کار خودت از دیگه ما تسلیمت. ما رفتیم چی آشپزخانه شکم پرستان تسلیم. شما زنده باشید. امی آشپزی بس قبلی دستش بسیار بی‌برکت بود. این باز خود دیدین دیگه توکل به خدا. ان شاءالله پیش میریم. امی نانشی که میخوردیم سه دقیقه میدیم و دوام نمیکرد. چرا دست بی‌برکت بود؟ بی‌برکت بوده، بی‌برکت. جای قدم میکرد. نه دوگا خاطرتون جمع باشه، خاطر ناجم دل بی‌قرار. جای قدم میکرد در گلاس نرسیده یخ کردم. شما زنده باشید، شما زنده باشین. من فقط تماس نه دیگه از خاطر خوش داشت، نه ترموز، نه گلاس، نه چای. درست. نه ما رفتیم. بله. او زن خوش باش که یک کارک بسیار خوبش پیدا کردیم، بسیار خوبش. میفهمی کار ابتدایی ما 6 ماست. این نمیشه دیگه. یک دو تا یک نان خیرات کو که فکر میکنم من دیگه تا که زنده هستم همیشه میمانم. شما ببخشید که ما این میگه خب فعلا خداحافظ. تو جمهوری موندی، تو جمهوری. بله این چندین بار ما از مردیم آشپز همیشه مونده. دیگه تبریک باشه. شما زنده باشین. خداحافظ ناصرتان. تبریک. کارا رو به خیر شروع کنم. وا. جدار خالص سلاش کو. السلام علیکم. بکش چپانتا. من کدام جای دیگه وظیفه میکنی؟ بکش چپانتا. کفگیر و کاب و چیزا رو چیکردی؟ باش دیگه سیادانه و چی زارچوبه نماندی. جیبش پاک نکنی. دیگه رخصت هستی لالا جان. چرا؟ رخصت هستی. میفهمی اینجا شرکت گوش مایده صاف بهتره. خودت میفهمی نه؟ حرکت مرا سگوده جان چیکم از جایی که اومدی نه سیده اون میشه دیگه. پس حالا آدم مخو قرار داد، پس این طرف دور نکنه. گوش بیا جیپیس هم برات نصب کردیم، هر جایی که بری غلط را بری باز ما میفهمیم. برو حرکتش بکشید. نه او بیادر مخو قرار داد داده بودم. برو خب بزن. الله دیگه چند وقتی که اینجا کار میکرد خوب کار یاد گرفت. خوب صحیح کل چیزا برات پخته میکنه. فرق بین شله و پلاو چیه؟ فرقش بینش یک دریاست. در شله یک دریا او مفته، در برنج یک دریا روغن. نگی دیگه یاد گرفته. دو تا جون نفر زدی. خوب صحیح بود که عمری دی. نه مرا این رقمی نکشی واسه نه چی فقط باشه که مرا نکشی. نه برم تو دیگه کار تکو شروع بره دیگه. دل جا ما برتی تمام کنم چاوش قابلی. بیادر سر من خود زرد و سرخ نساز. برادر از برادر یا میراث جدا میکنه یا پیسه یا زن. مگم تو از من زنت جدا کرد. تو را از من زنت جدا کرد. زنت گفت که شما زیاد برق مصرف میکنین ما کم مصرف میکنیم. نکو پشتیبانی زنت نکو. گفتم زنت تو را از من جدا کرد. فهمیدی یا نه؟ ما میگم پشتیبانی زنت نکو. تو را زنت ملامت نکو. یعنی گپ بشه. زنت تو ملامت است. زنت تو ملامت. معلومات است میگم. زنت معلومات است. نه بو یک دفعه دیگه بو کی معلومات است؟ زنت معلومات است. زنت معلومات است یعنی آلو که کار دارم. آلو که کار دارم. یالا. یک دقیقه. دروازه چرا تلقا شد؟ بگو. خیلی ببینه که اون روز کاکای ما شب نشان گرفتن، یعنی من یاد گرفتم بچه کوچه رو براتون فحش کردم. او بهتر یه قول مقاله یعنی بخاطر بوده. ها؟ اصلی باز ها؟ سلام خدایا رتانه. گپم چی گپ شده چی کردین؟ بچه انا آقا من بگم کمر روی ریماتیزم نبینه. انا امروز که کاکای وسط میشن گرفتنه همون تو کافیت بچه همسایه رو لیش کرده بینه برا. پدر من میگم شانت روی ریماتیزم نبینه. امی بچه همسایه همون تو که قیل کردی کاکای منه که قیلش کردم که زدم ده میزمی تربوز باره دو پلا شد. آقا انا کتی جاکت مرگی زدم مرگی جنگ کرده طول شد. ما خود جنگ کردیم ساده شده اشتباه کردیم شما چرا جنگ کردیم؟ در کدام کوچه؟ در کدام کوچه؟ بلدوزر هستیم که لیشش کنه دیگه زدمش کتی جا خود خدا یاره خوبش کردی برچکورش کردی میسید شکمش باید انا با قماده که یک موتره آقا بدون لاشه جمع که یک موتر بازه که سرش تیر شوه بیا باداره فال بینم فال میبینم آل و احوال میبینم خوب را بد میسازم بد را خوب میسازم قیل و قالهای زندگی با پول و مال میبینم فال بینم آل و احوال میبینم جن کارت کوکه کارت نشان بده برای من زود نفر بخوای که وقت ضایع میشه سلام علیکم فال بین صاحب وعلیکم السلام خوش آمدی بخیر آمدی جان جان همیش بیایی کسو خونیز دوره بره نه بگو مشکلت جنجالت بگو چی مشکل باشه بیادر کلانو مرا گیر نکنه چرا فال بین صاحب دو سال میشه که می پدر خدا بیامرزم فوت کرده خداوند پدر ما با جمله خدا بیامرزش خدا غریق رحمت بعد از دو سال اینمی بیادر کلان ما تصمیم داره که میراث تقسیم کنه اوه در هر جایی گپ آفرین کلانا میراث به خود میگیرن قرار غصب میکنن برای خدای نمیتن اول بیادر کلان ما میفهمی چی تصمیم داره باشه خودش نباشه در وقتی که میراث تقسیم میکنه اوه اینا پیش از بیادر کدام تای دیگه است خودش اومده خاطر جمع باشه اینجا بیادر کلان تو اومده نمیتونه که بیا ایسه کو سیس بیادر کلانو میخواد که در وقتی که میراث تقسیم شوه ام مرا لات کنه ام میراث به ما کم بده خوب تو اینا لوت یا کار بیادر کس که ورزشکار از خوب کلان از ما زور کجا برزو میرسه چی ورزش میکنه کلاب میره زیبایی اندام از اینجا رو چی قیقی میکنه پیش زیبایی اندامش نگه تو ایتو تاویز برات بتام کیسه کو امیسونت سیل کده نتانه چی رسه به اینکه ایسه کو وزنا و دیگه خود اصلا بیشکت است تو این حالت تو کار خو در وقتی که میراث تقسیم میکنه هم زورش کم شوه هم میراث از رگک به ما زور اینا ما برات تو تعویض میتم تو برش برو بگو بگی متوازی دی بیخی سیخ دور زدم میتونی بگو سیخ دور زدم میتونی تو چه چور خطا نشو نه جنیات است ما برات تعویض میتم میتم این تاویز زورش کم کن فقط اینمی تاویز ببر زیر یک سنگ خوب متکلان از تو که خوب کلان باشه خب دم زیر دم سنگ دیگه بان قرار سنگ در سرش بان هر قدر که سر ازی فشار به زور از او کم میشه او بیخی سایس پایسا پای میراث گرفتم غمت میخوام اینا میراث گرفتم نشد جن غمت دیره پایسا بده جن غمت دیره بخو چپش کو میگم من میراث گرفتم پایسا گرفتم و تو نمیشه 20 تا نمتو گفته باز قرار نورد خولاس بکش الکو میراث گرفتم میتم دو چار میتم دست میراث گرفتم میتم پایسا مدد جان من بیا رئیس صاحب نه خفه دار نامدار خب تو برو تیز برو صحیح آه تو با کسی نکن چطوره؟ خوب استی رئیس صاحب بخیر جان جور چی رنگ روخید؟ واقعا امروز رنگ روخید تازه هست زنده باشی رئیس صاحب خیر و مویای چقدر با گفتید گمیشی گفتی که مویای در سر یک لنگ استاد شدن زنده باشی رئیس صاحب چی جمپره واقعا تو باش استاد شدن چی جمپره با تو مثل که قرانای قدیمی دسته کی رفتیده باشه واقعا سرور رئیس صاحب زنده باشی ببخشید همین مشکل یک دقیقه ما فهمیدیم یعنی از سر از نوک پا تا فرق سر یک دقیقه سلیقه واقعا تشکر رئیس صاحب زنده باشی نمود این شرکت ما خودت خطات هستی تشکر رئیس صاحب همین ما فهمیدیم دیگه یعنی ما خاطر میگم برو که نظر نشه بعد چشم چی هست مشکل داره که نظر نشه زنده باشه رئیس صاحب همون مشکل دیگه سکو واقعا دیگه من میگم همیشه خودم تو تر تازه نگاه کن. بله بسیار عالی، بسیار عالی. بیا رئیس صاحب نه کی؟ رئیس اجازه است؟ غضب دامدار. سلام سلام سلام. خوب هستین؟ من برم یواشو. یک دقیقه تو برو که نظر نکنی. من نظر نکنم چک می‌زنم. وا واقعا یعنی شما چه قیافی رو برای خود گرفتین؟ یعنی مالا که من کلاهت می‌بینم فقط سر مرغوی را در سرت مونده باشی. یعنی شما زنده باشین. من تو گپ اصلی است که بفهمیدیم واقعا یعنی این بوتتون که مثل که از کاکاو جور کرده باشین بوتتون. قربان شما زنده باشین. بفهمیدیم چطور فکر کار کرد که دزیری مثلا پیرون یک جاکت شو پوشید؟ والا اما سرگرد بم خاطر یعنی میگم یعنی بسیار کوشش که نظر نشه. شما زنده باشه. یعنی در صحبتت کمال است. در چشمای کمال است. رئیس ما در امایشت خانه اسپند دود میکنیم. گفتم نمیشه ان شاء الله. فقط کوشش در نگیری. دیگه هر قدر دود میکنید قربان شما در زندگیت هر قدر دود میکنید دود کو در نگیرید. یعنی رئیس قربان شما زنده باشین ان شاء الله. متوجه هستم من تو همین کارم مشکل بسیار من برو دیگه حل بشه. حال بشه. نه رئیس به خدا به این کارا نمیشه. فقط از اما مهم این تو گوش نظر نشی. برو تو بچه یک اسپند بگو کارمنداره رئیس توجهتان باشه. کارمنداره اسپند بگو. رئیس چیکار گورم دیدی؟ اینی رو میگن ریاست و اینی رو میگن خاموش کردن آتش. آقا صبح آمده بودن آتش فشان واره بود. مشکل نشد هر کدامش آتش فشان واره بوده. هر کدامش شعله ور بود. اینی رو میگن خاموش کردن آتش. آتش خاموش کردی رئیس صاحب اما کلش دود کده طرفای خانه خود رفتن رئیس صاحب. چی میگی؟ کلش رفت دود کده دوتایشان معلوم نشد. معلومات کار ایلا کردن رفتن کل جان دیگه. ماش تو کی دادی رئیس صاحب؟ ماش ندادی. به خاطر چی؟ ماش بود دیگه رئیس صاحب. ماش ندادی رفتن. الله منزل ایلا کردن کلش رفت طرف خانه در بدر شدم. بدم کجا بره؟ تو یک طرفش تو بگی یک طرفش ما دار بده. درود و ادب خدمت هموطنان عزیز در هر کجایی که هستین. صحت و سلامت باشین، لباس عافیت به تن داشته باشین. گزارش امشب ما به ارتباط بعضی از کوچه های است یا راهگذرهایی است که چقر و چقوری دارند. در موسم بارندگی آب در اوج جمع است. حتی بدون بارندگی آب تشنابا یا آب حماما در اینجا جمع است. جالب ای است که ما خوب دیدی مستند براتون میگم که در 5 دقیقه که ما اونجا استاد بودم 4 نفر یا 5 نفر مردم بی بزاحت و غریب تیر شد. اما اضافه 60 نفر آدمای پولدار، بلاکدار، موتردار، کشفشدار اینا تو تیر شدن. یکی از اینا را من گفتم بیادر جان توی نمیجا هستی، امکانات اقتصادی داری، بلاک داری، خوب زندگی جور است، چی میشه که پیسه 5 دانه میمانی را یا پیسه 5 دانه دعوت را 5 موتر جغل بگیری اینمیجا بندازی دمی سرک پرتی دمی کوچه بندازی که هم ثواب هم خرما. اما میفهمی چی که حتما را در ایسته که این وظیفه لالایت نیست، این وظیفه شاربالی است، این وظیفه حکومت است. ماما چی؟ اینمی بما چی؟ من فکر میکنم که درمان ما را حل نمیکنه، مشکل ما را حل نمیکنه. اگر هر کدوم ما بگیم بما چی، از بما چی خیلی گپ خطرناک جور میشه. دیگه با امید از اینکه کسای امکانات دارن هم ثواب بگیرن هم در منطقه خود خدمت بکنن تا که نوبت بازسازی اونمو سرک میرسه، نوبت جغل اندازی اونمو سرک میرسه که او مشکل چی شوه؟ حل شوه. سزگت شکوری قلمن یخشی بلسیس، ساغ بلسیس، تاس پاپاک الله سپارو، اللامو باشه. حالا آقا جان بچه چی کرد آقا؟ چی شد آقا؟ آقا چرا؟ آقا چی شد؟ آقا بابا آقا فوت کرد آقا باش که صحیح پرتی میشه چون کو سرش جور کو آقا این همه پیچکاری آخر دکتر کشت اونم خراب بود بکیفیت بود دکتر نفهمیده نه پیچکاری ناق داد مرد و ناقه باش تو چطور آقا جان دستش بیبی آقا جانم رفته نیست شیما نداره قلبش استاد شده شیما نیست آقا جان خب دیدرا ببینید چطور میشه ببینید بابا خود رفت قدر دیر پیش ما بود بابا پیش ما بود دواش پیش ما بود نانش پیش ما بود غذاش پیش ما بود کل چیز پیش ما بود حالا خمر حالا چطور کنیم ما بدر میفهمین زندگی من خراب است من از وظیفه‌ام منفعل شدم سایکو بیادر جان ما این از خورترکی بعد گفته بود من فاتحای به پلاوش از طرف ما دیگه کار ندارم من همه قمیتانم آلالا زن ما برای ما گفته نه که یک رپه سر از این آقای به میراثت خرج نکنی من چیز کردن نمیتونم از اول که تو بود که تو زندگی میکرد کل چیز سر تو بود اول دیگه کارایش و مسئولیتایش به دوش تو دیگه سر ما چیزا نپرتم او بدر گفتم من هیچ توان از این نمیره ندارم داری خودت کلان هستی کلان ماستی قرض کو از هر چی میکنی نمیره جمع کو دیگه مراسم جنازه و تکفین و فاتحه و گپای شما که به غیرت میشید ما قرض میکنم بابه ما تا خانه قرض چی سایکو با پدر ما که نگاه کردی یعنی آقای ما که نگاه کردی کل گورکدگی های زیرا خوردی ریشه تا به میخواد با گورکدگی های آقایم سفید کردی اولادایت از گورکدگی های آقایم کلان کردی مادر ما که نگاه کردی بابای ما یک گورکدگی هایش کلش تو خوردی بگی دیگه پیسه هایشم اشتکایت از با گورکدگی آقای ما کلان کردی نان دادی همیستا چو پوسکنده براتان بگویم حالا برای دفن پدرم پیسه میتی نمیتی نه یک روپا بعد تدفین پدرم نداریم پیش تو از بته آقا این چی کردی اینو چی کرد پدر این چی شد ای نامردا آقا بیدار شد یک دقیقه من کارو گیره بارین یک دقیقه از خاطر شما اولادا من تانه مردمه منت مردمه قرود واره قرد کردم از خاطر شما اولادا روزگار شیرین شد من فرهاد شدم کوه ها رو به خاطر شما کندم و تو با شما نامردا فرض کنید که من مرده بودم پیسایت پیش ازی خیلی خرج نمیکنم پیسایت پیش ازی بودیم خرج نمیکنم یه خورد یا تو خوردی یا او خورد ما خوردیم پدر من خوردم ما اونم خورد پیسایت پیش ازی من نامردی شما را میگم ببینید پدر که مرا تنها میمونه مرا زنم نمیمونه سرت خرج تو دفتر نوکر زنت شدی تو دفعه نوکر نفست شدی خب من از خورترکی گفته بودم از خورترکی گفته بودی؟ جانم از خورترکی گفته بودی؟ پس ببر سر خرچ بکنه درود و ادب خدمت هموطنان نازنین هم در سر توشک آرام باشین هم در زمین با امید صحت و سلامتی شما قصه امشب شروع میکنیم قصه امشب پایخانی ما به ارتباط چی است؟ میدان هوایی در قدیم امی کلانای ما به بزرگای ما قصه میکنه میگه در قدیمای تلاشی نبوده در میدان هوایی نبوده دمی 4 دروازه میدان هوایی نفر که دوش پلاک استاد بود فقط تشویق میکرد مسافره بدو که استیاره نمونه پیشکان بود بدو که از تیاره نمانه پیشکان بعد از اینکه مسافر میرفت در خانش میرسید اونجا آقایش تلاشی میکرد خطرناک آقایش تلاشی میکرد تا وقتی که تلاشی نکرده بود تیاره دم سر خانه از یا میگرد بیرون دیگه سرش از کابین بیرون سهل میکرد تا که تاییدی نمیداد و نمیره نه خوب بچیشو که تلاشی میکرد که کدام مواد مخدر تیل نکرده باشه کدام چیز غیر قانونی تیل نکرده باشه با صدا میکرد پیلوت بیادر طرف های با خیریتیش برو بخیر کابل بخیر بری باز تیاره پس میامدی طرف نمه باز از ما تو بزرگا با کلانای تو قصه کردن که امی میدان هوایی اصلا نبود بله میدان هوایی نبود باز امی از طریق وقت خود تلویزیون هم نبود و رادیو هم نبوده از طریق امی جارچی های هوشار اعلان میشد برای سلمانیا که هیچ حق ندارین که موی سر کس را اوسو بردین. میفهمین ایره به خاطر چی؟ ایره به خاطر از اینکه این کت گل گت میشد باز سرکای امو سرک برای میدان کیام میشد اوره خوب کاغل موی کاغل میکده. بابا و بابا کلان من نوازه میشوی بابای خالش قسم میکد میگفت در قدیمی تیارای کاله هست کاله نقه نقه نه تیاره قدری نبود کلان دور بدراز چی بود تیاره که در هر کسی که پرواز میکرد هر مسافر یک اتاق جداگانه یک بیمانخانه بود چوکی نبود میمانخانه بود به هر مسافر باز یک نفر یک مسافر شاید بسکشی یاد داشته باشن یا بسکشی یا پالوانی اونموجه در بین تیاره بسکشی میکردن حتی کوکبازی بود در بین تیاره کوکجنگی بود یک نفر خماری کوکجنگی سرش میرفت کوکجنگی بود پس میامد یک خمار بسکشی میامد میرفت از پا تیار از پا در بین تیاره از پا قنج کدگی تیار بسکشی بود. با اجازه شما بزرگوارا اما قسمه که پیشتر گفتین که در زمانهای سابق دروغوارا که در سابق میدانوی نبود همین تیاره راستن میامد در هر خانه که خوشش میامد در سر بام همون خانه بالا خانه بود در اون قسمت نشست میکرد ترمینال بود اونموجه امی میماچی امی بالاخانه ترمینال بود اونجا نشست میکرد بازی پیلوت که دمو جریان وقفه نان چاشت که میرفت باز اشتکای کوچه را صدا میکرد میگه برید تیاره بازی کنین بازی از مهربانی فقط اون که تیاره را کشو شو که تیاره خراب نشه امی اشتکا که میرفت پیش تیاره اتومات خورد ترک میشد این که میشه باز ساتری میکنه پیلوت که میمد باز تیاره راستی کمال میشد تیاره وقت اتومات بود ایران بونی عقلت کار نکنه اینا این بود پایخانه ای هفته ما تا هفته آینده که باز یک موضوع دیگر را برای شما روی بس میگیریم. شب بخیر وقت خوش خداحافظ شما خداحافظ. چی آوردی جان بابا بیار برای بیبی جانت آوردی ببر اوه تیز باید که سفر آقا پیدا شد آه بسیار خوبش یک ذره عجله کنین نوش کنین که کس نبینه تان کمپیوتر تو خانه ده کلش کنین کمپیوتر یکان چیزای خوبش برو بچه‌م یکان چیزای خوبش بیارین تیز یک ذره بیارین هوش کنین کس نبینه تان اینه پدر برای عروسی با او جوابازی خوب چیز است برای باطل ادانی خوب چیزه نه برای عروسی برای دمام میمونه برو تیز یک ذره چقدر تال میتین انا بر چوکی آوردم آقا در ریالی باز پیشینی کردی یک پایه بیتی خلاص دیگه بیتنی چوکی در ریالی بیشی بره تیز یک ذره تیز دوست کنین خدا برای چپرکتت پایه اوه تا اینمی کمبود داشت او پایشای رکوردیم موبایلای رکوردیم رو دیگه تقسیم کنی دیگه خیر برو تیز یک ذره متوجه جانتان باشین که اوگان نکنین خدا انا با میزت آوردم آقا با میز که گفتی دستانه دارنه نیم پله بسور بسار خوب اینا برای 5 گیلنه 6 گیلنه آوردم اوه 5 گیلنه اوه اینی چوبه اینیا خوب چیز است اینا آقا اینا با طاقت چایلا آوردیم با طاقت چایلا آوردیم برم چایلا خوب شسی با چایلا چی شدین؟ چی گفت؟ هیچی هست نواسه بیشی پدر نواسه دست پدر نواسه دست در منزل 4 بالا شد که کامپیوتر تا کنه در گرفت خیلیت اومد قضای سرت نکو پدر سرت پیش نکو که ریزیش داری الله گناهی محضی کلش گناهی محض گناهی شما نیست ما شما را تشویق کردم من نواسه ما گفتم برو کامپیوتر من شما را تشویق کردم که از آپارتمان در گرفتگی برای مال بیاره مال خانه را پورا کنه یک کمپیوتر انداخت کرده کمپیوتر دوری ساخت سعی کن که موبایلش در گرفته یا نه الله 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 سگه که مثل گل ما در کاکا جان بیا بخیر که وقت برنامه کم زود کو دیگه. زنده باشین زنده باشین. لا این فقط من این بچگه که خدا آوردم این بچگه که من اتاق جان آوردم که ای از معلمین خود از یک تعداد معلمین خود شکایت داره. دیگه شکایت خودم مثل پدر خود بسیار بهراس میگه. چیز یک سال من رفتم ما بایدون فقط اینه میره سلامت شکایت داره. استاد جان بیا. راحت چرا بیشین استاد. سلام علیکم. بفرمایید بخیر مجه جای صحیح بود چرا اون رفتی؟ خیر بخیر استاد دوستان شاگرد است. شروع میکنیم بخیر. بفرمایید. سلام بازم خوش آمدید بیننده‌های عزیز با میز چهارکنجی این هفته ما بازم یک موضوع مهم و دلچسب روی بحث گرفتیم. تمام استادای این سرزمین قابل احترام قابل عزت هستند ولی طبق راپوری که بر ما رسیده گفته شده که تعدادی از معلمین بعضی از معلمین هستند وجود دارند که به شاگردای خود دود اشناب میتن که واقعا جای نگرانی است. برای بحث بیشتر دو مهمان محترم با خود داریم جناب استاد تتیگوی و جناب شاگرد تتیشناو. دیگه بیشتر مشکل از چی قرار است چی گفتنی ها به گفتن دارن از زبان خودشان میشنویم. از شما شروع میکنیم جناب شاگرد تتیشناو چی گپ است؟ سلام و درود به استادان عالی قدر به استادان بزرگوار. ما آشیمی که شدم از برکت همی استادای عزیز و استادای عالی قدر شدم. طرف شما سمت دیوال طلای دیوال سمت دیوال طلا دیوال اما بعض استادا مثل این استاد واره دو میزنن شاگرداره چیزای میگه ای تو چتیات میگه که بسیار من هیچ گفتن نمیتونم استاد نمیزه به هیچ ما گفتن نمیتونم میدوام از خودش چی گفتنی دارین استاد؟ درود و ادب خدمت شما خدمت خودم و خدمت خودت و خدمت کلگی. دیگه دلیل اصلی است برادر جان که امروی استاد ما که مرحوم شدن شاد باشه از سابق بله درسایشان که دوایشان که به ما میزدن دو میزدن اون شاد باشه. امی استاد ما که برای ما درس میداد مثلا 4 دانه درس فیزیک میداد یک 5 تا دوام کدش میزد کدش کرد او در ذهن ما هست بعد تو میراث مونده بله میراث مونده درس مونده مثلا درس چی میداد بیولوژی میداد مثلا 5 تا درس بیولوژی میداد یک 6 تا دوام کدش میزد او در ذهن مونده. و شما فکر کردید که دوام در جمله درس است؟ بله نه که خود نگاه کردید شما یک امتحان میشه یک پرسان میشه حالا او دوباره به ما استفاده میکنی سوالای ما تکمیل باشه فکر تست خینال مشکل از شما است خینال نکات مثبت چه میگیره گرفتین نکات منفیش اوسو بکنین مثلا ما مثبت گرفتم منفی را اربیش مثلا 8 تا درس ریاضی داد 16 تا 12 خب اونو هم در یاد ما حفظ کردین. اینا وقتی که من درس میدم شاگردارانه به شکل اتومات اونم دوام آمدن میره دلیل نمیشه در کل میگه این کار خوب است این کار خوب نیستی دلیل منطقی نمیشه به شکل اتومات درس آگاه مال ما آگاه درست است خود جناب شاگرد تتیشناو چرا می مشکل چرا می شکایت سر سال نکردی که جلوش گرفته میشد حالا به آخر سال از گفتی چی فایده دیگه ما میره که سر سال میکردم من سر سال می شکایت میکردم در چهار نیمان ناکام در سالانه مجنون آخر خودم میشدم برباد. راست میگی من این گپ گفتارا گفتم شکایت کردم که با آینده نه ای بود میز چهارکنجی هفته ما تا موضوع بعد دیگه خدا حافظتان الهش گستاف استاد الهش گستاف خیر آقای عالی به سرپوش درد دادی خواهم سرپوش را پیدا میکنیم باز درد میدادی قد دود است قد دود او بچه پوش دود نگرد پوش سرپوش نگرد خنک از خنک گرم ما گرمی مهم است برای که ما مریض میشیم تو دست سایک آقا ما مریض شدم تو چی که باید زغال سنگ انداختیم برین هر چیزی دگیرتان آمد بیارین حالا تیشه شبلک مشغولی آقای دو مشغولی کنی بابتان بیار تیش که وقت نیست حالا برا او بچه دستر زغال سنگ که پلاستیک پرتی لا بالای شیش قالین فرش میکنی. دنیا در لا بالای شیش. آه لا بالای شیش قالین فرش میکنی. جیگره چی میکنی جیگره؟ باش باش. چبلکا بگیری. من تیغ مترنگ شدم. پرتش پرتش. سامس زکه. با 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 با. سلفاناکو برای پیش خجالت ندی سلفاناکو. سلفاناکو گفتم. استاجا پرتو. دودا سلفا چیتون. برو دارگر دارگر. بخاری را چپا نکنی. بخاری را. بیاد رفا. بیاد مشکولی بابی تبر بیاد. مشکولا را بیار بیاد. بیاد مشکولا را بیار. مشکولا. مشکولا اون را بیار. برا برا. برده. این یک تا بسکیت داره اونو. سر زغال و سنگ پلاستیک در میگیره. اون زغال یک تا بسکیت. بابا ایرا بگی خود در میگیره بگی. اینا پارت مارش دا گردای جیگر ساز میکنه. بیایید دیگه جمع شید. هم سلفا کنین هم خدا اوه دسم شو دلا لا اینا بگی اینا بگی تا اوه ننداز برو برو پاس برو 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 نزدیک شو نزدیک شو تو میتونی نزدیک شو دولای تانو سو بگیرین مستقل سلفا کنین مستقل سلفا کنین مستقل اردش اردش خود لا حول ولا قوه چه بلا دود است وای خدا تباه و برباد ساختن آسیجنم کشتن چی کردن وای لالایم لالایم چی کردن خدا لالا جان لالا الله ای بخاری را سایکو ای منطقه سایکو کلان کلان آدم های بخاری را چه قسم در دادن از برای خدا اینه بی عقلی بخاری بی سرپوشه کی در داده اینه منطقه کلان ای تو کلان که باشه یا خدایا او مردم بداد از یا برسن این فامیل تباه و برباد شد وای بیادرم وای بیادرم الله بیادر زادرک من الله آه خدا آه خدا پدر سلام سلام خوب هستی هلا پدر پدر سلام علیک جور وقعه هلا بچیم از روزی که خانه را فروختم شما را روان کردم خارج که به دردم بخورین از روزی که شما رفتین ننه دل انداخت ما جگر انداختم اینال دوری و فراق کلتان ما اردو پای انداختیم تمام رو شما سین اسطوری تمام رو شما سین فیسبوک حالا ما چی کنم با کی چیز بگویم برق نیست بچیم اینیجا دینی کنجک اینه موبایل بچه همسایه هستی را گرفتیم چطور کنم کتتان بگو مادر جای تک تکیتان خالی که خوش بگذره بسیار طبیعت لطف داره جایت خالی آقا جایت خالی جایت خالی چه قوای گرمی پدر مزه میتا چی گفتی؟ ما چی میگم شما چی میگین؟ نه مد که میگم شما تیاق میگین چرا تو میکنین کتم؟ جای تک تکی دار خالی پدر کلگیر سلام بگو پدر جای بسته فامیل خالی جای بسته فامیل پدر سعیستک سعیست مقصد یک چیز روان کنین که بیخی تباه و برباد هستم من از گشنگی میمونم شما تمام روز میمانی و پارتی و دگه دارین چی گفتی آقا؟ جای تک تکت خالی جای تک تکتان خالی آقا من از زمین هستم شما در خیل چنار عیب خانگه که بابیم که فروختم و شما را خارج روان کردم چشم شما غیر از مستی من را نمیبینه هلو سلام گراسیز در رو و خوب باشین سلامت باشین در زیر صندلی آدگرد بخاری اینجا پرفکتس نایند با اخباری ساعت خوش آمدین شانه که زیاد با پشتیک تکیه داد با رخت قو تکیه داد تکیه با مرگ است اینجا پرفکتس نایند کروفندس لیستی پرفکت نایم دست بروتای زمین جارو میکنه شکم داشپزخانه را قرار خواه که والا دلم کار نمیشه سبا در کار نرفتی بود ما کردید کار دارم پدر موی سفیدت کار میکنم من کار نمیکنم الاستیف برفکت نایت رخ دیگه اخبار وان فامیل شکایت که کرتی آقایم که پر بود در زیر بالشت است که خالی بود دنوک کدبند برای باس بیشتر جناب رئیس فامیل که خود داریم سلام خوب هستین جور هستین بخیرتان خوب است در استودیوی و اخبار خوش آمدین شما زنده باشین ببخشین شما گفتین کسی شکایت کرد بله از فامیلتان یک آدم بسیار بزرگ قدن کوچک از شما شکایت کرده که پدرم یا بابا کلانم وقتی که واسکتش کرتیشان پر می باشه پر از پیسه می باشه در زیر بالش یا در زیر توشک است یا در مراقبت خودش وقتی که خالی شد بازی را میگیره در نوک کودبند علنی اونموجا میمانه خب خیر شما چی نه ببینید عرض خواهش میکنم اینجا بسیار یک سوال مهم است با جواب قانع کننده بتین شما تقریبا نصف یک مجرم هستید شما چی روی کار کردید ببخشین نتاق جان عرض کنم خدمتتون که امی اصلا امو سوچو پست کنده براتون بگویم این خو وزمین می باشه تا 15 روز 14 روز 13 روز اینا تو می باشه وزمین می باشه چرا وزمین می باشه به خاطر که ماش میگیره ماش میگیره پول خب پول است باز گپ مهم چی است گپ مهم این است که امی میخوار متوجه شده باشین یک وقت در قدیما در میخ که تانک اویزان میکردی اصلا سرش خبر نبود اما آله اینمی کرتی که ما اونجا بند کنم از مایده میشه میخ فولادی رو ما دیدیم که دکش دادی کس مایده شده اصل گپی است و آمدم سرازی که اینمی رو برای ما بگو که کی از فامیل ما او داخل اخبار میگم یعنی که شما خدای نخواسته نه گوش نستین نه کنسک هستین نه پیسه دوست هستین نه میخواین که پیسایتان از نواسه و اولادا و فامیل یا پت کنین ببخشین نتاق جان قربانک چم بازم براتون عرض کنم که ما سر تمام فامیل ما اعتبار دارم فقط سر خودتان اعتبار ندارید نه مرا تبریدی گفتن بانین ببخشین من سر خود اعتبار دارم سر فامیلم اعتبار دارم سر خود پول اعتبار ندارم چون چرک دست خب حالا براتان میگم که کی از شما شکایت کرده نواسه خوردتان که بار زمستان چراغاش روشن است اینا نشانیشان براتان گفتم والا غیبی لیستی از پیش من خطا Thank you very good عالی بود